اولیاحضرت شهبانوی ایران به منظور دیداری کوتاه از استان هرمزگان به جزیره هرمز تشریف فرما می شوند. جزیره هرمز یکی از حساس‌ترین نقاط خلیج فارس به شمار می رود. مدرسه راهنمایی این جزیره که 2800 متر مربع زیر بنا و 125 نفر دانش آموز دارد مورد بازدید قرار می گیرد. این مدرسه مجهز به کتابخانه ای با 1400 جلد کتاب و آزمایشگاه می باشد. بنا به تقاضای دانش آموزان و به هنگام بازدید از این مدرسه، شهبانوی ایران درباره ایجاد دوره دبیرستان دستوراتی به وزیر آموزش و پرورش صادر می فرمایند. قلعه پرتغالی ها در جزیره هرمز مورد بازدید قرار می گیرد. این قلعه در قرن 16 میلادی پس از کشمکش های زیاد به دست شاه عباس کبیر فتح گردید. آثار جزیره هرمز که از دیرباز یکی از مراکز مهم بازرگانی ایرانیان با شرق دور بوده است، نمی تواند محدود به قرون اخیر باشد. به ویژه آن که بررسی باستان شناسان آثار قدیمی تری را نیز به دست می دهد. در حال حاضر، هیئت اعزامی مرکز باستانشناسی وزارت فرهنگ و هنر در جستجوی بقایای عهود دیرین، به ویژه دورانی که هخامنشیان و ساسانیان کاروانهای دریایی خود را از این منطقه گسیل می داشتند، هستند. شهبانوی ایران به هنگام بازدید از خانه های سازمانی فرهنگیان و کارکنان دولت میهمان یک خانم آموزگار می شوند و از نزدیک امکانات رفاهی مردم و مسائل زندگیشان را بررسی می فرمایند. طی 5 سال گذشته بیش از 66 میلیون ریال صرف انجام 20 طرح مستقل و مکمل در این جزیره گردیده و در حال حاضر جزیره هرمز دارای چند مدرسه، برق شبانه روزی، درمانگاه، چایخانه و مهمانسرا می باشد. اولیاحضرت شهبانو در جلسه کوتاهی که با شرکت اعضای هیئت امنای عمران در چایخانه این جزیره تشکیل می شود، لزوم تأمین آب لوله کشی از طریق بندر عباس، اجرای برنامه‌های آموزش حرفه‌ای به افراد محلی به ویژه زنان و ایجاد خطوط منظم کشتیرانی را تأکید می‌فرمایند. اولیاحضرت شهبانوی ایران کتابخانه عمومی بندر عباس را مورد بازدید قرار می‌دهند. این کتابخانه که یکی از 350 کتابخانه‌های عمومی وزارت فرهنگ و هنر در سراسر کشور به شمار می‌رود، دارای 860 نفر عضو و 6700 جلد کتاب و مخزنی به گنجایش 12000 جلد کتاب است. این مجموعه فرهنگی دارای اتاق شطرنج، اتاق سمعی و بصری، قرائتخانه، انبار کتاب و سالن پذیرایی نیز می باشد. در جریان این بازدید، بنا به استدعای مدیر کتابخانه، اولیاحضرت شهبانو عضویت کتابخانه را می پذیرند.
مهد کودک شماره 2 جمعیت بهزیستی و آموزشی فرح پهلوی مورد بازدید قرار می‌گیرد. این مهد کودک 6 سال پیش دایر شده و 60 کودک 3 تا 6 ساله به طور روزانه در آن نگهداری می‌شوند. علاوه بر این، یک مهد کودک دیگر نیز در منطقه کارگری بندرعباس با گنجایش 100 کودک آماده بهره برداری می‌باشد. شهبانوی ایران از مجتمع فرهنگی و آموزشی بندرعباس در محل برکه‌های قدیمی دیدن می‌فرماید. مردم بندرعباس در گذشته آب آشامیدنی خود را از این برکه‌ها که از آب باران تشکیل می‌شد تأمین می‌کردند. و امروز در محل همین برکه‌ها یک مجموعه آموزشی و فرهنگی شامل موزه، تئاتر و چایخانه سنتی ایجاد شده است. در موزه این مجموعه جنبه‌هایی از هرمزگان دیروز و امروز، آثار باستانی و فرهنگ عامه گردآوری می‌شود. تا کنون با الهام از منویات اولیا حضرت شهبانوی ایران، دو آبنبار قدیمی‌تر بندرعباس که در اصطلاح محلی برکه خوانده می‌شود، برای موزه و تئاتر در نظر گرفته شده است. در تالار تئاتر این مجموعه چند برنامه هنری از جمله یک عروسی سنتی بندری اجرا می‌گردد.